یو یو، سلام، امیدوارم که خوب باشید. بعد از انتظارهای به شدت زیاد که آقا چرا نمیری آلبوم پوریا رو، چرا، چی شده فلان و اینا، به خاطر اینکه بهتون قول داده بودم قرار متفاوت باشه با خود خالق این آثار، یعنی یکی از خالقا که میشه رپر اصلی کار که خود پوریا باشه، که آلبوم پوریاست. البته کچی هم که میدونید آهنگسازی و فلان و این داستان ها. پوریا رو اینجا داریم. چطوری پوریا؟ مرسی، درود به همگی بچه ها، امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. من یه دونه از چیزامو یادم رفته بود، عشقید، خلاصه این که دمتون گرم. نمیشه داشته بوده باشیم، حتما باید بوده داشته باشیم. آخه چجوری داشته بوده ای؟ بوده داشته ای؟ نمیدونم آجی، ویل کن، این مسئله غیر قابل حله. مثل که بگی اول مرغ بوده یا تخم. اینم مسئله مهمیه، میتونه موضوع تحقیق باشه. آقا یا آلبوم دادی جر دادی دیگه، 4-5 میلیون ویو تو یکی دو روز و اصلا یه چیز عجیب غریبی، فکر میکنم کرکوپر همه رو یوتیوب ریخته. فکر میکردی این باز خوردو؟ نه تعداد نسخه شو فکر میکردم، نه فروششو، نه، ولی یعنی دم فنام گرم دیگه، یه قلب زیاد دم همه فنام. خب آقا بقیه ببین بقیه صحبت‌ها اینجوری رو بذاریم واسه هفته بعد که یه مصاحبه با هم بریم دیگه، که کامل بگی. الان بریم میخوایم ترک اول خودتو که مال آلبومت بود، اسمش هم روتشیلد فارسی، راستچایلد انگلیسی. اوکی، راستچایلد رو با هم بریم ببینیم که آقا چه خبره. من میخوام خودم گوش کنم اولین بار جایی. ببین یه چیزی بگم، بگو. راستچایلد اینجوری نیست که اسم یه نفر باشه، اسم یه خانواده است. اوکی، اینا رو همه رو توضیحاشو میدیم به جاش. بریم بسن. منظورت اینه که الان ببند و در مصاحبه نه این چه نه چه حرفیه، از این برداشته نکن. خب حاجی، این ریکورد ما که اوکیه، اینم که اوکیه، میریم واسه 342 کا تا الان ویو داره. البته که دیدم خیلی هاشو پاک کرد، اصلا یه وضع یه سد داره. آره داشتم چک میکردم، هی ویو رو میورد پایین. خب آقا بریم واسهش ببینیم چه کردی پوریا، چه کردی. آه یه چیزی بگم آرام، استاپ کن، بگو. به خاطر اینکه الان پوتک جلوته، اصلا اینجوری نباشه که بگی نقد و نگم، راحت بگو مثلا هر جوری بدید میاد بگو، مثلا ریدی خیلی راحت باش، مثلا آرتیست های دیگه برخورد نکن. مثلا لازم نیست که من اینجاشی تو ستشتم، نه بگو ریدی. پوریا منه که میشناسی. آره آماده کن خودت. آماده کن خودتو، برو بریم. خب اینجا یه سری آماده کن خودتو که دارم بیا. یه سری ماسک گوسفند داشتم میدیدم. به به، یه دقیقه اینجا که استاد میکنی یه توضیح بدم آرام. ببین ماسک گوسفند چرا از چوپانی؟ آره ماسک گوسفند کاری ندارم، میخوام اینجا بدونید ما ماسک سفارش داده بودیم نرسید، بعد دیر شد، چون دیده بودم خیلی ها انتقاد، یعنی دو ستا هریشون برو انتقاد کرده بودم، گفتم چرا مثلا ماسکا کاغذی، ما به خدا سفارش داده بودیم نرسید. نرسید با دست خودتون با کاغذ مقوا درست کردین ها؟ سرویس شدیم سر موزیک ویدیو. دم رضا گلستانی گرم. ببین من یه انتقادی اول ازت بکنم، با توجه به نوع پخش آلبومت که دیدم و همین الان توضیحی که دادی، به نظر من یه اشتباهی که میکنی تو پخش آلبومات، میای واسه خودت یه ددلاین میذاری که ددلاین غیر منطقیه و میخوای خودتو مجبور کنی تا اون موقع برسونی. همین باعث میشه شاید همه کارام همینه. همین کوالیتی رو میاره پایین دیگه. مثلا اگه ددلاین رو میذاشی تا دو ماه کوالیتی نمیاره پایین، این بعد قولی میشه دیگه. یعنی مثلا آره طرف درسته، رو کوالیتی هم تاثیر داره. آره دیگه، ببین مثلا من همیشه همینم، یه زری رو میزنم بعد به خودم میگم، چون اگه اون زر رو نزنم نمیتونم عملش کنم، میفهمی؟ آره. میگم بذار بزنم که عملش کنم. آره خودت رو مجبور کنی. ولی خب مثلا اگه ددلاین رو میذاشی دو ماه آینده، ماسکا مثلا میرسید دیگه، حرفه‌ای تر میشد دیگه. ماسکا اصلا قرار بود دو روز برسه، اونا به ما ریدن، اون کسی که قرار بود برسه اونا رید. این هست که برد، باره بریم. داستان ها همه هنگن، نویسند راست چایلده، پوتک خواننده است، لابا فکر کردی پوتک ریپ تایله، بهت گفتم پولا رو ولش دین و به چسب رو راست وازه، ولی گفتم پولو بریز تو حرم میبینی رو به راست وایبت. اوهو آقا یکم ذهنیت تو عوض کردی. ذهن من همین بود، باید به یه مسئله‌ای میرسید که بیانش کنم تعداد بیشتری بشنوم. اوکی. یعنی باید به یه جایگاهی میرسیدم که تعداد بیشتری اون چیزی که تو ذهنم رو بشنوم. ببین الان گفتی نویسنده راستچایلد و هماهنگ شده است، یعنی
به این اعتقاد دارم که اونا دارن نویسنده راسچایلد، اونا یعنی میچرخونن دنیا رو، یعنی نه 100%. اوکی، بعد اینجا گفتی خواننده است، فکر کردی ریپتایل، ریپتایل معنی خاص، یعنی میدونم اون موجود است ولی قدرت خاصی داره، موجود خاصی برای چیز خاصی یا نه همینجور برای همین کلا اگه بخوای در مورد ریپتایل توضیح بدی یه ویدیو کامل میشه. ولی مثلا اگه تو یوتیوب بزنی مثلا سلبریتی ها یا مثلا ملکه انگلیس راحت میتونی در... یعنی الان بخوام توضیح بدم خیلی طول میکشه. ولی ریپتایل منظورم در از همون حیوان خزنده نیستش. اوکی، خب یه تو دیدی ریستر توضیح بده چون من خودم نمیدونم، یه چیز ساده نمیتونی ازش بگی؟ من فقط تو مورتال کمبت باشم. اصلا ساده نیست، قضیه خیلی پیچیده است. من تو مورتال کمبت باشم واقعا قضیه پیچیده است، فقط کافیه توی گوگل سرچ کنی. اوکی، ماورا طبیعیه دیگه، مثلا میتونه شکلش رو عوض کنه و یه سری حرکات عجیب کنه. خودش نمیتونه، میتونن اون کسی که رپتایل رو کنترل کنن. اوکی اوکی، بریم بریز و بپاش و زندگی طول است. آها، اینا برای این گفتی که یعنی چون خیلی ها بهت میگن ایلومیناتی و اینا، اینو منظور اینجوری بود که نه من اون موجوده نیستم که کنترلش کنن. این چیزی که منو آزار میده یه سری ها فهم میکنه شیطان پرستم. بس اتفاقا من یه آدمی هستم که به هیچ چیزی جز خدا اعتقاد ندارم و شاید خدا تو ذهن هر کی یه جور تصور میشه، منظور منو میفهمی؟ شاید مثلا هر کی خدا رو یه جور میبینه. من خیلی آدم انرژی هستم، خیلی برام انرژی مهمه، انقدر مهمه که مثلا اگه مثلا یه روز تو به من زنگ بزنی به من انرژی منفی بدی فردا بلاکی، با اینکه دوستت دارم. میفهمی منظورم خیلی سیام، مثال دارم میزنم، یعنی حتی نزدیکترین کس هم به من انرژی منفی، اول انرژی منفی با نقد متفاوته، منظور منو میفهمی؟ بعضیا مثلا میان که بهت منفی بدن، میان که هیت کنن، من از این بعدم میاد بذات اذیتش هیت. مثلا یه ریاکشن رو داشتم میدیدم، اصلا واسه مهم نیست چی میگم، فقط چون پوتکه است تخمیه. ولی آجی این رایم راسچایلد چی میگم؟ ببین راسچایلد و ریپتایل هم بعد از این، یعنی به خاطر رایم اول اینو آوردی چون راسچایلد با ریپتایل، یا نه تو ذهنت بود؟ ترکایی که محتوا کلا من اینجوریام، ترکایی که توش میخوام بیشتر محتوا داشته باشه من اصلا برام رایم مهم نیست. ولی قشنگ خوشگل بود راسچایلد با ریپتایل، طریقه بیانش باعث شد که یه جوری قافیه ها انگار به هم بخورم. آره خوشگل گفتی. خب جز باور من دشمن من این خدایانن، این خدایان ساخته دست آدمان، یاد دادم به هم ناموسای تو خیابونا رو همه خواهرام، من فقط نمیفهمم چرا خواهرام شب و زیر شمشیر برادرام من یه مشکل. این بعدی خب اینجا یه سری درگیری با خدایانی که ساخته دست ایناست داشتی دیگه. آره بعد از اون ورم گفتی که همه میگن یعنی یه خانواده ایم توی جامعه، من با حالا دخترات خواهرامن ولی داداشام، این تیکه سنگینی بود زیر تیغ داداشام. آره دیگه حقیقت داره دیگه. ببین مثلا من دیدم آدمایی که با دوستاشون میرن بیرون، بعد مثلا دوستش مخه دختره رو میزنه، بعد مثلا اون یکی میگه که مثلا دوست دخترت مثل ناموس منه، ولی اگه یه جایی همون دختره به اون پسر پا بده شب رو تختن و صبح هم یه کوچولو میاد بیرون. به اینه میبینم چرا یاد اون تیکت تو آلمان خودکشی افتادم، میگفتی دم اون پرنستاره گرم که با جلو مردم میره رو تخت، یا خواهر من که نمیدونم با به خاطر بنز طرف میره تو تختش. آره آره اون کارشی دیگه داریم میگه، ولی خب این بعد چی بگم بازم؟ این بعد منم این لفظ این بعده رو اذیت کردم و سپر اینو انداخته تو دهن ما بیرون نمیاد. خب بریم واسه بقیه‌اش. حرام شب و زیر شمشیر برادر و من یه مش گوسفند مطیع و حاضر به هر کار، واضحه حرفام گوش بده خفه واجب به سر کار، این همه دعا کردی ولی همونجا هستی که بودی و میمونی، غربی و کردنم یه آدم خوش با یه قلبی که خونی و بیروحه. خب ببین الان خب اینجا تو درباره این گوسفند داری حرف زنی، ویدیوت هم راجع به اینه دیگه، یه سری گوسفند جلوتن، تو هم به عنوان حالا رهبرشونی یه جوری داری باشون حرف میزنی و راجع به هم صحبت کردی که خیلی از آدم ها شاید مثل گوسفندن، فقط منتظرن یا مثلا میشینن میگن اگه مثلا این اتفاق نیفتاد قسمت بوده دیگه، تقدیر بوده دیگه، وظیفه ما اینه که مثلا این راهو بریم. آره یه همچین منظوری داشتی؟ ببین من اصل این ترک اینه که کلا من دوستشم تو این آلبوم اینو بفهمونم،
یعنی ببین الان اینجوری شده که ما هممون فکر میکنیم واسه خودمون هم آدمای مهمی هستیم، میفهمی؟ ما هر کدوممون تو ذهنمون فکر میکنیم با بقیه متفاوتیم، هر کدوممون فکر میکنیم ما یه چیز خاص داریم، هر کدوممون فکر میکنیم ما با استعدادیم. حالا شاید در مقابل خیلی ها فکر کنن ما نیستیم، ما یعنی همه مردم. خب ولی این بعد فکر میکنیم مثلا ما یه کاری انجام میدیم، فکر میکنیم ما این الان اولین نفریم و اینا، ولی ببین همه این کارهایی که ما میکنیم در مقابل کسایی که مثلا ما رو کنترل میکنن هیچ، صفر. یعنی اصلا شاید اصلا نمیدونم، یعنی دارم میگم ما هممون برده ایم، مثل سرباز میمونیم و این خیلی بده. ما باید اینو بفهمیم و لازم نیست حتما هر چی اونا میگن گوش بدیم. اصلا چه لزومی داره قانون، مثلا چرا مثلا ما باید یه قانونایی رو رعایت کنیم که تو گوش ما چپوندن که این قانون درسته، در حالی که خیلی از این قانونا غلطه و اصل هدفم اینه. و واقعا همه ما مثل گوسفند میمونیم، یعنی من خودم هم گوسفندم، تو این نباشه تو هم گوسفندی، همه گوسفندیم. یه دیدی دارم بهت میگم، ببین این حرف، امیدوارم یه روزی از این گوسفندی در بیای. ببین این حرف که میزنی یه مثال داره دیگه، یه کسی که تو داعش به دنیا میاد واسش سر بریدن میشه یه کار درست و خوب و کاری که به خدا میرسونتش، یه کسی دیگه که حالا تو مثلا ایران به دنیا میاد یه جوره دیناش خب اسلام بد بشه فلان، یکی که تو یه جا دیگه به دنیا میاد. راجع به حیوونا هم همینه دیگه، مثلا یه حیوون از بچگی میارن تربیتش میکنن، اون فکر میکنه ذاتش اونه. مثلا دیدیم دیگه یه سری از ویدیو هست، مثلا چه میدونم ببره با خوک است، میدونی این داستانا، و همه اینا یه جور انگار برنامه نویسی میشیم دیگه، و اینجوری نیست که هم خوب همون چیزی باشه که به ما یاد دادن. میگیرم چی میگی؟ دقیقاً. برو بریم. تو یعنی تا اینجا انتقادی نداشتی؟ ببین الان ثانیه 52، بذار آخرش میگم، جوجه رو بعد آخر پاییز بشماری، اولش که نمیشه. اوکی بریم. آمین که چی؟ تو باز حرکت کنی، خدای انرژیه نه یک حس برکت توری، جایی که هستی خوشبخت نیستی، برو پیه ایسکا جلو، پولدار ترین آدم دنیا، نه مسلمونه نه مسیحیه، کلیسا برو. ببین من خودم همیشه یه انتقادی به دینا داشتم که خیلی از دینا، حالا همشون یعنی توشون بودم و اینا، اینجوری هن که تو رو توی محدوده ای نگر میدارن که این باعث میشه تو نخوای بیشتر تلاش کنی. مثلا فلان چیزو میخوای بهش نمیرسی، حالا اولا که خب اینو به ما یاد ندادن، تو باید شکست بخوری تا به اون چیزی که میخوای برسی. برای مثلا یه اپلیکیشن میان تولید میکنن، 3 میلیون نسخه ازش میره میاد تا نسخه نهایی میاد، ولی اون اتفاق که میفته خب آدم ناراحت میشه، و بعد اون افراد تو دین و اینا میان بهت میگن که قسمت نیست، خدا نمیخواد، یه چیز دیگه، و اون باعث میشه که تو انرژی تو دست بدی نری برای اون چیزی که میخوای. و دین کلا میخواد ما فقیر باشیم، همین تای حرفشن اونشو، حالا کاری نرم، ولی یه جوریه که انگار میدونی مثلا قسمت دیگه، این شاید یه انرژی بدی بده. حالا یکی میخواد دین داشته باشه داشته باشه، ولی یه چیزی به اسم قسمت و صد و پول نداریم، همیشه میشه ازش رد شد، پیشرفت کرد. و ولی ببین این حرف من دلیلم نمیشه، مثلا حالا میگم مثلا پولدارترین آدم دنیا بی دین بوده، حالا نمسلمونم، میشه آدمم پولدار باشه با دین باشه، ولی حتما اون انسانیت و چیزی که از دین تو ذهن خودش ثبت کرده مسلما متفاوت با چیز دیگه ای است که مذهبی های افراطی دارن. ببین کلا تو میخوای آتائیست باشی، میخوای دیندار باشی، هر چیزی نباید بذاری اون محدودت کنه، میدونیم اصلا به این چیزا. آره اصلا هر چی دوست داری اعتقاد داشته باش. آره اصلا مهم، ولی لازم نیست حتما رو قانونای دیگه. آره باید بری به اون چیزی که میخوای، یعنی تلاش تو بکنی دیگه برسی دیگه. حالا ممکنه یکی دیندار بوده خیلی پول داره، یکی نیست، اصلا زیاد ربطی فکر کنم به این چیزا ربطی نره، مهم خود آدمه دیگه. فلسفی شد دنیا، نه مسلمونه نه مسیحیه، کلیسا برو. به چه زبونیه؟ شیخا چی؟ کاناتیان شیخا چی؟ ریورسه چی؟ گانافتیتان شیخا، این زبون عبریه، هیچکی نفهمید، همیشه هم نمیگم. به آجی عبری، من خودم کلیسا برو بودم یه زمان، عبری خیلی سهنه، از کجا جواب این عبریشو دراریم؟ به من ربطی نداره. بگو دیگه. نمیگم، این زبون عبریه، فقط اگه یکی معنیشو در آورد وقتش نکنه به من، در اصل اون شیطانه داره اینو میگه. او یه آیه عبری از زبان شیطان از انجیل برشون. آیه نیست، یه جمله است. خب جمله ها کجا اومده؟ جمله به زبان عبریه. خب تو کدوم کتاب بوده؟ خودم نوشتمش. آها
ها تو هیچ کتابی نیست، خودم نوشتم. اوکی اوکی رفتی ترجمه که ابیشی در آوردی با این ببین نیازی به ترجمه نبود، ولی خودم نوشتم. آها ابری بلدی؟ نه بابا حالا شاشی درست نکن، پلی کن بریم سخت. صدای خودته یا کچیه؟ نه آفرین، چه موضوعی رو گفتی؟ این صدای یکی از دوستامه، به خاطر اینکه اسمش امینه، خیلی خارش خیلی خفن میخونه، بعد صدای اونه. چه اشتباهی، اصلا حواسم نبود اسمشو نزدم، ولی شاید هم نخواد، ولی فکر کنم بخواد چون هیچی به هیچ جاش نیست. آره صدای این آهنگ گفتم شاید نخواد نزدم. صداش خوراک اسکریم رپ، یاد کارهای گوسمین افتادم. آره اتفاقا داره ترک اونجوری. اه جالبه. آره بفرست ببینیم. یکی از فریستایلاش هم فدایی لایک کرده رپ میکن. اوکی آره. اوکی جالبه. راجع این جلویه دیر وایستاد این نه رو ریت نبود. دقیقاً دقیقاً درسته درسته. نه واقعا این عقل درسته درسته. بعد وایستاد. نمیفهمم چتونه، خودتون رو زدید به خری، هیچی رو نمیفهمید، انگاری باید شوک بخورید. بدم میاد از دین چون بهتون یاد داد اینو، ان نداریتون راضی باشید، خداتون رو شوک بکنید. به اینجا رایم نداشتی اصلا. این قبول البته خودت گفتی محتوا دارم. نه نه آره خودم گفتم، ولی تو توضیح بده چرا اینجا رای من. ببین میدونم داری حرفتو میزنی چون نه نه اصلا بشاش تو حرف شوک و شوک. وایسا آخه گفتی خرید بخورید، خریده بخورید. نه 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 بعدش آره شکر بکنید و اون یکی چی بود؟ ببین دو مصرع، دو مصرع، دو مصرع که مصرع اول قافیه مصرع دوم نیست، هر مصرع دوم قافیه‌اش به هم وصل میشه. اوکی بذار دقت کنم، زود شد حرف زدم. هیچی رو نمیفهمید، انگاری باید شوک بخورید. بعدم میاد شوک بکنید، شوک بخورید. ولی خب رایم ها ولی اونقدر تمیز نیست دیگه، شوک با شکر دیگه. ببخشید کی رو با سیر قافیه نکردم. حاجی داستان این ستاره چیه؟ ستاره برای این ستاره دیگه از آسمون افتاده. ببین دهنمون سر، ببین سر این ستاره ما دهنمون سرویس شد، تو فقط اینو میبینی. ولی ببین یادم گفتی بدل کارد بدل کار میخوایم اون فلان. ببین اصلا یه چیز عجیبی بود، نشد. یعنی قرار بودش که قرار بود اون وسط من بخوابم، بعد اینجوری آتیش بیاد بالا از همه طرف. آره ببین منهای 24 درجه زیر صفر، باید یه جایی رو پیدا کنی که ساختمون نباشه چون دولت گیر میده. الان این ما وسطی مثلا یه جایی، بعد برف تا دل خاچی زانو اینقدر شدید برف، تو فرض کن باید برف رو پارو میکردن. بعد اونایی که تو میبینی یه سیمای مخصوصی هن که میپیچی، سیمای بزرگ، بعد که اونا رو میپیچی روی اونا باید بنزین بریزی. حالا فرض کن بار اول که بنزین میریزی اگه دقت کنی یه سری جاش خاموشه. آره تو فکر کن ما 60 دفعه اینو روشن کردیم، اینقدر باد شدید بود تا این سیمه گرم شه. بعد اون وسط لباس من، حیف که معلوم نیست تو ویدیو، لختیه، یعنی لباس من زیپ نداره، اینجوری میشه از اون پوت و سینا. ببین داشتم میمردم از سرما. بعد یه دختره اونجا بود، اوکراینی ها عادت دارن دیگه چون هوا سرد، مثلا اینجا اوکراینی یه دامن میپوشه تو هوای منهای 30 درجه میاد بیرون، دامن رو با جوراب شلواری، اصلا آدم پشماش میریزه. دختره سرخ سرخ بهش میگم تو چجوری چجوری سردت نیست؟ من سر شدم از سرما. این ویدیو خیلی سخت بود، خیلی. بعد ببین یه سری بگم، یه چیزی بگم، بعضی از این ویدیوها موزیک ویدیو نیست، مود ویدیوست. ببین چون مثلا موزیک ویدیو مثلا نگی جایی، حالا تو گوش ندادی میرسی، اون یه موزیک ویدیوست. خب چون اگه دقت کنی این کلا تک لوکیشنیه دیگه، هو یه برک میذارن تو لوکیشن.
موزیک ویدیو یعنی باید پور لوکیشن توش باشه، یعنی هی عوض شه بدرشه. به خاطر اینکه ببین سر این ویدیو ما می‌خواستیم گله گوسفند بیاریم، همش خدا بودجش هم بود، همه چیش بود. چرا این اتفاق نیفتاد؟ به خاطر اینکه پوریا بوتک احمد اومد یه تاریخ داد که اگه دهنشو می‌بست الان قرار بود از این بیابون پر گوسفند بره. یعنی یه ایده های عجیب غریبی بود، خیلی قرار بود ایده های عجیب غریبی باشه. برای من تو ویدیوهای بعدی جبران میکنم هر چی ایده، یه خنا کلی ایده تو ذهنم هست. کلا دوست دارم برم تو سبکای چیز، کلا میخوام با موزیک، کلا دوست دارم هر سری بیام جدید بیام. یعنی خسته شدم مثلا شما، مثلا شما از آهنگای ریاکشن میرید، همتون ها، همتون تو، همتون، حالا تو باز مثلا بهتر، فقط به سری مسائل چرت گیر میدید مثلا، ببخشید ولی هیچ وقت مثلا نمیایید بگید بابا این داره یه کار جدید میکنه، اون داره یه کار جدید میکنه، مثلا تو هیچ وقت این چیزا رو بیان نمیکنید. این من ویدیوهای منو ندیدی، من به جاش نقد میکنم به جاش تعریف. ویدیوهای منو کامل ندیدی؟ نه بینتون خیلی خوب است. نه واقعا خیلی که نیست، دروغ نگو، حالا خیلی نیست، الان میخواد به یه خیلی تو ریاکشن ها هیتش نکنن. خیلی نه اتفاق، ببین ریاکشن ما، ریاکشن ما روک و صادق باشیم به دو سه قسمت تقسیم شده، یه سریان که فقط بیجا پاچه خاری میکنن، یه سریا هستن که فقط هیت میکنن. معمولا هم هیچ چیزی تو ریاکشن هاشون دستگیرت نمیشه، پس الکی نگو خیلی خوب هست. ببین منطقی نه خب باشه، ولی خوب هست دیگه، حتما خوب هست. خوب هست، آره داریم بچه، ولی ببین مثلا سه تا ریاکشن هستن که اصلا مزخرفه به تمام معنا، چون من دیدم کدوما کدومان اصلا نمیشه اسمشونو گفت چون زشته. اصلا مزخرفه به تمام معناست. یعنی مثلا فرض کن از اخونه رسیده با کاپشن نشسته، بعد داره مثلا یه جوری ریاکشن میکنه، اصلا معلومه بدش میاد. حتی منم نه دیدم و اصلا دیدم از خواننده‌های دیگه نکنید، اصلا اگه خیلی از یکی بدت میاد ریاکشن نرید. دقیقاً چون ببین مثلا من و تو دوستیم دیگه، درسته؟ نه. چند بار مثلا به زنگ زدم گفتم حساب بند کجو ویدیو کافته تحقیق کردم آرام، مثلا شده مثلا به زنگ بزنم بگم آرام حساب چرا انقدر منفی میگی، شده دیگه آره سر چیز. ولی خب تو نقد میکنی اوکیه، چون مثلا یه سری چیزاشو میگیری، نه تنها تو حالا باز بگیم خیلی تو میگی خیلی زمان نمیدونی، چند تا دیگه هم هستن این شکلی. بهش سر آلبوم پیامبر یادمه یه نقد کردم بهت برخورد، سوش بهم پیام دادی ناراحت بودی، ولی خب نقد بود دیگه. چه نقدی بود؟ می داره اون فیته بود که داده بودی با پسری که خارجی میخوند دیگه، که ناراحت شده بودی. آره به خاطر اینکه اون اشتباه اون پسره این بودش که اون پسره که نه جاوید دوستم، اشتباه جاوید به نظر من رو بچ بکناش بود که باشه ویرتش بد جلوه بده. آجی منم همینو میگفتم، مثلا نمیدونم چرا من مثلا خوباشو گفتم. آخه چون خیلی خوبه، چون من میدونم اون با کیا قرار بوده همکاری کنه، واقعا سر مانی نتونست، اون دادا تام ناراحت، سر پول واقعا نتونست، یعنی سر پولای کم که ساینچه همین الان هم آهنگساز دریج بهش پیام داده، چون من خیلی از آهنگاش، ولی خب نمیدونم چرا بچ بکلاشو اینجوری، پس نمیدونم چرا من خرم بهش نگفتم. ببین معنی آهنگش خیلی قشنگ بود، ورسش رایماش خیلی بالود، ولی به قول خود اصلا بک وکالا میزد تو ذوق، بعد اصلا کارو ضعیف کرد، بد میزد تو ذوق. ولی خب اصلا من نقدم اونجا یه کوچولو سنگین بود، گفتم بدترین، یکی از بدترین فیتای رپ فارس. آره بعد ببین بعد نه نقد کنید سنگینم نقد کنید، ولی دیگه مثلا تو اونجا من از این ناراحت شدم، مثلا داشی شخصیتش، یعنی میفهمی مثلا تو وقتی داری اونو نقد می‌کنی یه تازه مثلا تازه کار کنه، ولی مثلا تو مارکت فارس مثلا تازه داشت وارد میشه. مثلا یه نکته بهت بگم، ببین یه چیزی خب گناه داره بابا، نه انقدرش شدید. ببین من معتقدم ریاکشن خیلی میتونه رو کارت آرتیست تاثیر داشته باشه، در این شکلی که تو ضعفا رو بگی خوبیا رو بگی، چون آرتیست به هر حال داره میاد و پروژه نهایی خودشه و بازخورد تو بچه‌های ریاکشن میبینه، حالا یکی طرفدار فلانیه، یکی سلیقه داره، میاد اون تو میبینه و این یه جامعه‌ای رو ما داریم نشون میدیم. مگه الکی هندونه بذارم زیر بغلش، همه الان ببین انقدر ریاکشن های فیک زیاد شده، یه کوچولو این چند وقته کار رپ فارسی ضعیف شده. چرا؟ چون هر کاری میکنن یارو تعریف میکنه، اونم میره میبینه خب کار من خوبه دیگه، ولی وقتی به جاش نقد کنی خب طرف میبینه او آقا من مثلا برم اینو درست کنم،
میدونی چرا که نه، نمیشه الکی هندونه بذاریم زیر بغل. او مثلا پوریا رفیق همه پوریا ترکوندی وای این چقدر خوبه که مثلا دیسلایک نخوریم یا پوریا ناراحت نشیم، نمیشه که. میری چی میگم؟ قبول نداری؟ قبول دارم ولی با یه کمی تفاوت، ولی اصل حرفتو قبول دارم. اوکی خواه بگذاریم یکم زیادی بحث چیز شد، بریم واسه ادامه. هیچی رو نمیفهمید، انگاری باید شوک بخورید. بدم میاد از دین چون بهتون یاد داد اینو، ان نداریتون راضی باشید، خداتون رو شوک بکنید. خدا یه دری رو بست، میکنه دری رو باز. اینو همش خرافه است، واسه من یه چک فان 20ه. 100% خدایی هست، آره خب خدایی هست، خدایی که خودشم خدایی نداره، خدا هم آتئیسته. نمیخوام بشی او. خب این یه زرون مسئله دیس کردی، دری وا شد در دیگری، دری بسته شد در دیگری وا میشه دیس کردی، ولی این تیکت رو دوست داشتم. خدا هم خودش خدایی نداره، آتئیسته. حالا شاید بعضی اینو تبلیغ آتئیست برخورد برداشت کنه، ولی منظوری که من میگیرم خب به هر حال خدا خودش خدای خدایی نداره، پس دین نداره، آتئیسته دیگه. منظورت اینه؟ آقا خیلی واضح است دیگه، اصلا به نظر نیازی به توضیح نداره، همین چیزی که تو گرفتی دیگه، خیلی این حرف واضح است. پوری آتئیست شدی؟ تبلیغ آتئیستی اصلا نیست. آتئیست شدی؟ من هیچ وقت آتئیست نبودم. نمیدونم چرا اینجوری. آخه ببین آدم اینو مثلا میومدی تو ویدیو آیت الکرسی میخوندی بعد اینو میگی، خب ملت آمپر میسوزونن. هدفونی که میفته. ببین چی میگم؟ نه کسی آمپر نمیسوزونه. ببین نمیخوام خیلی واضح بگم، نمیخوام خیلی مثلا رمزیش کنم. بلش کن، ولی منظورم خیلی ساده است. اوکی. خیلی توضیح دقیقی بود، ممنون. آخه به نظر من بعضی چیزها رو مثلا دیدی، مثلا یه فیلم باز تموم میشه، کارگردان دوست داره هر کی هر جوری میخواد فکر کنه. آره آره اوکی. خب خدایی هست، خدایی که خودشم خدایی نداره، خدا هم آتئیسته. نمیخوام بشی یه بی‌اعتقاده که منو ببری زیر انتقاد، ولی خیلی این چیزا طول میکشه تا بفهمی یه روزی حرفا میشه کتاب. نمیخوام. خب همینجا گفتی دیگه این حرفتو دیگه، نمیخوام ببینی که من دارم بی خدایی رو تبلیغ میکنم، ولی یه روزی حرفام کتاب میشه. اسم کتابت چی؟ یه جا دیگه هم گفتم مثلا، حالا تو چون گوش کردی کامل آلبومو، میگم مثلا من سگ کی باشم بخوام مثلا نصیحتت کنم. آره ببین یه نکته اشاره بکنم، ببین نباید از کار آرتیست فاز بگیرید یا اونو بکنید سر لوحه زندگیتون. آقا بعد ببینی خودت دقیقاً چه کاری، یعنی آقا یکی اصلا دراگی بازه، یکی نه خیلی آدم سوبریه، یکی آتئیسته، یکی مسیحیه، یکی مسلمون. یه سری آرتیست باید باشن تو این سبکا که تو باش وایب بگیری، ولی نه اینکه اینجوری مثلا تو بیا یه بچه‌ای باشی با کار یکی بری سمت دراگ، با کار یکی شکست عشقی بخوری، با کار یکی بریم مثلا تو آتئیستی. نه تو فقط ببین آرتیست چی داره میگه، خوباشو که به کارت میاد جدا کن. ببین ماکسیمومش همینه، اگه خوشش اومد سری نباید خودشو چنج بده. مثلا اگه جمله من خوشش میاد مثلا دیگه نباید فکر کنه الان مثلا سری بره. به نظر من اوکی، از اون جمله خوشش میاد میبره تو ذهنش و در موردش باید تحقیق کنه. مثلا شاید من یه جای کس بگم، منظورم میفهمین که نمیگم ولی دارم میگم مثلا. آره آخه ببین آرتیست هم انسانه دیگه، سوپر هیرو که نیست، طرف خب هی عوض میشه میاد بالا، شاید بعدم بفهم آقا مثلا داشتم تو ترکم اشتباه میگفتم، و آدم بعد اینو حلاجی کنه دیگه، نه اینکه فاز بگیری بری تو خط آرتیست. اونا دیگه جوگیریه. خب تو فاز پوریان هرید. خدایی که خودشم خدایی نداره، خدا هم آتئیسته. نمیخوام بشی یه بی‌اعتقاده که منو ببری زیر انتقاد، ولی خیلی این چیزا طول میکشه تا بفهمی یه روزی حرفا میشه کتاب. نمیخوام بشم اسیر نیشه ستا آدم بی معرفت و ایشه، و من یه شیرم بین چند تا شیر بتا که نخواهم شد هیچ وقت هم پیش چتا. خا 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 ستا آدم چی گفتی وایسا؟ ولی خیلی این چیزا بی معرفت ایشه اوا. آها ایشه اوا، اوا خواه ایش. آها درست. داشتم به خودم میگفتم ایشو که جوری براش معنی کردم. فهمیدی؟ من فکر کردم آخه یه ذهنم رفت تو کلمه ترکی، گفتم شاید. نه مگه ایش داریم تو ترکی؟ ایشته فلان اینا داریم یه کلمات اینجوری. ایشته که مگه آلمانی نیست؟ ایشلیویدیش که آره الکس. نه ولی اوکی، بعد گفتی یه شیرم بین شیر بین سه تا شیر بتا، یعنی شیر آلفا. چند تا شیر بتا؟ چند تا شیر بتا یعنی آلفا دیگه. آره اوکی.
بفهمی یه روزی حرفا میشه کتاب. نمیخوام بشم از سیر نیشه ستا آدمه بیمرفت و ایشه و من یه شیرم بین چند تا شیره بتا که نخواهم شد هیچ وقتم کیشه چتا. خب اینجا رایمات خوب بود اینجا الان اون مرسی عزیزم. ولی مصرعات چون دراز بود یکم ببین میدونی چجوریه. یکی خیلی ها من چون دیدم خودم مثلا ربطه لرا رفتم فقط به ته مصرعت نگاه میکنن، یعنی من خودم بعضی وقتا اینجوری هم ای کامل، یعنی بعد بزرگتر ویسی آخه اون ربطل خیلی مهمه تایمت. آره آخه ببین الان خود مثلا چه هم تکناین گوش کنی امنم گوش کنی وسطش میذارن وسط میذارن یکی رو میارن آخه، یعنی جاش مشخص نیست ولی خب توی رپ فارسی آخه تأثیری که آخرش میذاره وسطش نمیذاره. آره دیگه آدم دوست داره روی ضرب بشنوه دیگه اون رایمو دیگه. آره. ولی خب بس که به مهندسی رایم طرف داره دیگه بعد بزرگتر الان مثلا تو آها من ببخش من اصلا ریدم این حرفی تو میزنی درسته اینکه وسطش باشه. آره درست من یه فکرم رفته بود جای دیگه. آره اصلا آخه چیز نداره دیگه اون مهندسی رایم طرف یکی میتونه همه کل مصراش قافیه باشه مولتی رایم باشه یکی وسطش رو تش میذاره یکی جمله قافیه که ما بیشتر جمله قافیه داریم تو رپ فارسی دیگه ملت خیلی هم با اون آداپت شدن دیگه گوششون عادت داره که کیکو میشنون قافیه رو بشنون. دقیقاً آدم بی‌معرفت و ایشه و من یه شیرم بین چند تا شیله بتا که نخواهم شد هیچ وقتم کیشه چتا. لباس گوسفندو درارید شدین از زندگی فراری خدا رو نکنید شوت واسه اون چیزایی که هیچ وقت ندارید میدونی خدا شکرت به هیچ چی نرسیدم ولی زنده ام نکن. خب الان بقیه‌اش گوش کن جواب توه بلیکو شدین از زندگی خدا هیچ جواب توه وایسه خدا رو نکنید شوت واسه اون چیزایی که هیچ وقت ندارید میدونی چی میشه بعدش وقتی از چیزی که هستش راضی خدا هم میگه خب بی خیال شاجی پکونه لقش منطقیه این که راضیه دیگه بعد چرا برش برکت واسه شد. ببین من نمیفهمم چرا باید مردم ما به کم اصلا من نمیفهمم چرا ننه های ما میگن که تو همینو داری خدا رو شکر کن این اشتباه. چرا مثلا چرا من نباید آیفون 13 داشته باشم؟ چرا من نباید پورش داشته باشم؟ چرا من نباید تو ویلا باشم؟ چرا نباید مدل های ویکتوریا سیکرت بیان رو من؟ منظور همین فهمی چرا همش کم میخواییم؟ وقتی کم بخوای کم میبینی یاد بخوای که زیاد ببینی همون شد. ببین آره این کلی مثال هست که میشه براش زد. تو مقصر نیستی بی پول به دنیا بیای ولی بی پول بمونی مقصر توی یا آخر این جمله بیلیته دقیقاً. آره. اینکه تو فقیر به دنیا بیای دست تو نیست ولی اگه فقیر از دنیا بیای دست تو چون خاک بر اون سره. آره. ببین یه چیزی بگم من انقدر به انرژی اعتقاد دارم من مطمئنم تو ببین تو اگه صبح پاشی به خودت بگی که همه چی خوبه همه چی ردیفه و من باید به اون چیزی که میخوام برسم و همه‌ش هم به خود انرژی مساعد بدی ولی در عین حال واسه شام تلاش کنی به خدا میرسی بهش به هر چی بخوای میرسی اصلا امکان اگه نرسیدی تو خون تو صورت من وقتی مردم بیا سر قبرم بشاش اول پس اینقدر مطمئنم 100% 100% میرسی ولی یادت یه مدتی تو دف شده بودی؟ آره هنوز هم هستم. دیدی بعضی وقت دف شدیدی دیگه جوابتو نمیدم میذارم یه روز بگذره به خاطر اینکه اون لحظه تو بیشوری وقتی دفی بیشوری دیگه همه چی برای سیاهه همه عوضی هم همه گوهن زیدم آدم انیه ننم به هم نمیرسه بابام پول نداره همه عوضی هم مثلا. فکرت میشه صفر و تو همین کار باعث میشه که تمام منفی ها بیان دورت و همون جوری واسه منفی بیش بیاد. دیدی میگن هر چیز سنگ مال پای آدم لنگه چون اون آدم فقط داره میناله مینالی تو تش مینالی دیگه. آره ولی یه لحظه میتونی همه چیز تغییر. ببین یه مسئله هست ما تمرکزمون رو چیزایی که نداریم چیزایی که اتفاق نیفتاده در صورتی که باید تمرکزمون باشه رو چیزایی که داریم. میدونی وقتی تمرکزت رو چیزایی که داری برنامه‌شو می‌ریزی که با چیزایی که دارم چجوری برسم به اونایی که میخوام. ولی خب مثلا تلویزیون ما هم مقصره. آره دیگه تلویزیون اصلا همه چی شبکه یک آخون دو عزا سه نماز جماعت چهار یه زنه با حجاب نشسته بعد تو میاد از ایران بری هر یه چیزی اصلا با تر زدن دفته به قرآن همش فیلم های پر از غم نمیدونم سریال های پر از مسخره میزنی اون ور جم تی وی خواهره داره به باباه میده دوست پسر اون میره به دوست دختر اون میده مثلا میگم همش دارن چیزای کثیف و منفی تو جامعه پرده. ببین یه پرانتز آخه وا کنیم ببین جم حالا مثال زدی یا خیلی ها میبینن خب مردم چی میخوان سودو ازش میگیرن یعنی بعضی چیزا سفارش مثلا من همین اینقدر آهنگ ما دپ تو ایران داریم. ببین آجی مثلا رپر طرف 10 سال فقط آهنگاش اینه که
من بدبختم، من نشستم. خب الان چه کمکی کرد؟ اوکی، یه ترک، دو تا ترک، سه تا ترک اینجوری اوکی مودته. ولی خب همش پاشو برو استودیوت بیرون، یارو همش راه میخونه، من تو استودیوم هم چتم افتادم. خب پاشو برو بیرون. هی یادت من آهنگ دپ زیاد میدادم؟ آره. هیچی تغییر نکرد. هی دپ میخوندم. البته من هنوزم جز عاشقان خوندن دپم، یعنی من یک ذره انرژیامو بعد کنترل کنم تموم افسردش شدید میشه. چون خیلی روحیاتم حساسه. طرفدارای لیل پیپ اینجوری میکنم. من سعی میکنم آره دیگه، مثلا من سعی میکنم خودم رو کنترل کنم، چون من یه لحظه کنترل نکنم اصلا یه طرز بدی میشه. یهو میام مثلا ویدیو غمگین میذارم، اینو میذارم. مثلا علت اصلی که دوست دارم، مثلا به من میگن هیترا، میگن دلغک. اوکی، به من میگن دلغک، میگن دلغک یوتیوب، هیترا، هیترای خیلی زیاد. ولی خب طرفدارام اینو میفهمن، ولی هیچ وقت یارو نمیاد به این فکر کنه. خب پوچک به خدا نه دلغک نه چیزیه، رای من بلدم، به اول فاز بلدم، ولی حتما یه روزی هم ثابت دیتی میکنم. فعلا نیازشون دوست دارم مقامو برسونم. و اینکه من میام اینجوری میکنم، یومو اینجوری شروع میکنم، اینا ربطی به درگاهی نداره. میام میخندم چون من واقعا دوست دارم همه انرژیاشو مثبت شه، که بفهمن واقعا میشه همه چی رو تغییر. امیدوارم حالا شاید الان یه سریا بفهمن، یه سریا نفهمن، ولی امیدوارم به مرور زمان همه بفهمن. ولی خیلی آره دیگه، من کلا اصلا چم یکی دو تا توییت دیدم، مثلا پوریا گنگش میشه، میاد ویدیو یوتیوب میذاره. آقا یه حالا کاری نرم گنگ هستی یا نیستی، ولی چرا یه آدم گنگ نمیتونه خوشحال و شاد و سر حال و خندان باشه؟ میدونی بعد از اون ور تو دارید یه کاری داری درست میکنی که ازش هم پول در میاری. اولا که چرا رپر ما نیاد یه کاری که بتونه ازش پول دره، حالا بعد بره به تبلیغ کنه فوش میدن، هر چی تبلیغ کنه فوش. آخه من پولامم دارم تو رپ خرج میکنم. همون. خب این مرسی. یعنی من پولی که به دست میارم، یکی که میخوام به بزرگترین آرزوم برسم، ویلاس، خب که تو همه میدونم، و تو رپ. ببین من اصلا کشام میاد به خودم میگم الان باید برم تو رپ، چون این کشو کی به من داده؟ مردم دارن میدن دیگه، قبول داری؟ بعد پوتک اومد تو یوتیوب، چرا اول سابسکرایب گرفت؟ چون رپر بود. پس اولین کسایی که اومدن یوتیوب منو دیدن کیا بودن؟ طرفدارای رپی من، مخاطب. بعد اضافه شد، بعد هی اضافه شد. واسه همین من تو آخر خرج، من خرج رفم میکنم، خرج کلا خرج رفم میکنم. حالا خیلی چیزا هم هست الان تو جدولو گرفت، میگم من میخوام یه موزیک ویدیو بدم، پرهزینه ترین موزیک ویدیو 100% آرزومه با کچی بیت بدم، چون خیلیاتون کچی رو الان تو که میشناسی، ولی خیلی از آدما نمیشناسن اخلاق خوبش رو، اینقدر احساس مسئولیت داره. اون ویدیو رو 100% میخوام با کچی بدم. رو ویدیو کلا میخوام جنگ جهانی راه بندازم، هلیکوپتر، هواپیما، جت، تانک. حالا میاد میبینی قاره، میخوام خفن ترین موزیک ویدیو رپو بدم، فقط هم با کچی میدم، منتظر کچی هم بیاد اوکراین و مطمئن باشم ویدیو. یعنی من هر کی پول میدم دارم جمع میکنم به خاطر اون موزیک ویدیو. دوست ندارم دیگه با کارهای عادی بیام جلو، دوست دارم فقط جدید باشه، چون به نظرم احساس خستگی میکنم الان دوباره بیام یه آلبوم بدم، مثلا دوباره اینا رو بخونم. یکی به من میگفت چرا سبک جدید شده؟ به نظر تو اگه آلبوم بعدی من با روچیل یکی باشه، این توقف نیست؟ حساف نیست. من خودم گوش نمیدمش راک. خب نمیشه که الان دوباره هیچ کس بیاد یه چیزی مجاز بده، هیچ کی گوش نمیده. باز میفهمی منظور من این؟ مثلا بزرگترین انتقاد من به رپرهای زیرزمینیه، من خودم عاشق رپ زیرزمینی، ولی خب یه خود تغییر بدید، دوباره یه چیز جدید، دوباره یه کار جدید، دوباره یه کار جدید. آخه ببین ما استایل رو زیر میزنم، اما شاید هم دارم زیر میزنم، کسی ناراحت نشه به خودم. من دو تا ولی فکر من اینه، من دو تا پرانتز بکنم. اول یه انتقاد از خودت بکنم، حالا اونجا یه جای حق باد بود گفتم، ولی تو یوتیوب بعضی جا زیاده روی کردی، یعنی خیلی رفتی. مثل چی؟ موامو خرگوشی بستم. آره یکم دیگه اونو به نظر من زیادی رفتی توش، یعنی میتونست یه کوچولو. خب امینم چونشو نشون داد، کم روی بود. نه هایچی، اون اصلا فرق داشت، شفت نایمد مثلا تو. چرا خارجی ها فرق دارم؟ چرا ایرانی ها فرق آخر... دارم؟ نه باش بذار سب کن. اون آخه به خاطر یه در اینکه ادیت کنی میکشم اتا باید همین بزار سب کنا نه گوش کن. به راجب امینمه گفتی، امینم اون کارو تو سن 20 خورده ای کرد، ولی دلیلم رو نمیگم دیگه، به نظر من زیاد رفتی. مثل خودت بذار راز بمونی، پایان بازه، خودت فکر کن. بریم واسه ادامه ریاکشن ببینیم چه خبره. گوز
اسفندایی که سلاخی شدن. You're fucking psychopath, you know that? اینو گفتی؟ کی بود اینو؟ باز همون رفیق. من گفتم افکت. آها. سایکوپات میشه دیوونه دیگه، دیوونه روانی ردی. اوکی. آ اینا رو زنده کردی؟ وایسا چی؟ بلند شدن. نه دیگه از حالت گوسفندی در اومدن، اونایی که میخوان در میان. ببین این حرکتی که کرد اینجوری بلندشون کرد، یه تئاتر معروف مسیحی ها، این یاد اون افتادم من که یه سری دیوان شیطان، من ندیدم اون تئاتر رو، خیلی معروفه، یه سری دیوان تو همین حالت شیطان پشتشونه بهشون هی دستور میده و اینه یه مسیح میاد. اسمشو بگو. ببین سرچ کنی، اسمشو بگو بهم بعدا. سرچ کنی زیاد هست، مخصوصا تو ایرانی ها، یعنی ایرانی ها که خیلی رفتن. ویدیو خود منم هست، توی یکی از تئاتراش بودم، من نقش شیطانم. ایوه ببین واسهش اینجوری اینا رو بلند میکردم، زور میزدم، بعد خیلی زور میزدم طبیعی بشه دستم بیلرزی، بعد از تئاتر که اومدم بیرون دستم کلن گرفته بود، کج بودم. بازی زیاد. خب ماسکا رو برداشتم. اوکی شبیه روحه. خب الان همه شون پاشدن یا بعضی رو زمینن؟ همه پنج تا بودن؟ نه 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 همه پاشدن اینجا. آره. همه پاشدن، تصمیم گرفتن آدم شن. لباس هارم در لباس هاشون با سته، ولی آره لباس هاشون رنگ پوست دارن. آره اوکی اوکی. فقط مرداشون سینه ندارن. آه اینم از آخرش در ستاره. آره تموم شد. اوکی بعدی هم که با بیزی اومده این پایین. آقا من هنوز نشنیدم چقدر اومده، همه شنیدم فلان، ما هنوز. ببین تقصیر تو یکم بدقولی. نه ولی سری شلوغ بود. نه اتفاقا ببین ریاکشن رو به نظر من این اتفاق بدیه بین ریاکشن ها، انگار بینشون جنگه، هر کی دقیقه یک بذاره برده. اصلا به نظرم باید خودشون یه بار گوش بدن، بعد دوباره به حسن نباید تازه باشه که بتونن نظرای اصلیشون رو بدن. ببین خب یه دونه فرست ریاکت داریم، میدونم ریاکت یارو گوش داده میاد حرف میزنه. حالا شاید آره آقا مثلا من دیدم آرتیست آلبوم میده یکی زیرش در ثانیه یک آلبوم خیلی چرت بود، یا مثلا برعکس خیلی قشنگ. آقا چه جوری میشه یه آلبوم 40 دقیقه‌ای رو به معنی اینکه پست میاد بگی خیلی چرت بود یا خیلی عالی بود؟ یا آقا همه جا اتفاق میفته، مثلا تو ویدیو میذاری سری سه نفر دیسلایک میکنن، حاجی ببین اول ویدیو رو، این بده. اونا عقده‌ای‌ان، عقده‌ای. حالا جالب اینجاست بعضیا میبینن، بعد مثلا تو یه موضوعی رو توضیح دادی، تایتلت همونه، بعد یارو معلوم نیست چه جوری دیده موضوع رو، اصلا نشنیده، بعد میاد کامنت میذاره چرا موضوع ویدیو این بود، داداش ویدیو رو ببین. بعد چی داری میگی؟ اینا عجیب. حاجی راسچایلد تو دیدیم و محتوا محور بود و اینکه من یه کوچولو ببین بیتشینا خیلی خوب بوده، ولی بعدش اصلا دوست داشتم بیت جدیدتر بشنوم، ولی یه کوچولو میشوی 13 ترکه. اوکی آره آره، این که فعلا یکشه، نمیشه خب آلبومو نقد کرد با ترکی. آره. ولی آره آره در کل خوب بود، همون استایل قدیمی تو، یعنی داشتیم میدیدیم تو این، حالا نمیدونم تو بقیه استایل تو عوض کردین یا نه، استایل قدیمیت بود که خب فهم کنم چون فناتم شده بعد. اوکی خوبه، فهم کنم چون فناتم خیلی دوست دارن و به هر حال فناتن این استایل قدیمی تو دوست دارن، این استایل رفته بودی و یه کوچولو باز من رایما تو یکم بعضی جا میتونست بهت، ولی رایمان خفرم داشتی ها، یکی دو جا بود زیاد نبود، یکی دو جا بود که اونم خودت میگی دیگه، بیشتر محتوا واسه مهمه تا آره رایمه اون شکلی. به نظر من نقد رایمو فقط میشه اگه ترک قرار تکنیکی باشه، به نظر من ها میتونه به جا باشه اون موقع بگید، ولی ببین ترکی که محتوا ببین رپی که کلن رایم نداشته باشه که اصلا نمیشه بهش گفت رپ، ولی خب بعضی جاها تو ترکای خارجی هم میبینیم دیگه، اونجا برای اون حرف که میخواد بگه خب کلمه ای نیست یا موضوع رو عوض میکنه اگه بخواد رایم با اون بچینه، برای همین بعضی جاها خب اینو میشه یعنی قبول کرد که بگه آره اوکی، همش هم که اون داستان اتفاق نمیفته، ولی خب مثل خودت میشه مثلا بیای مصرع اول نباشه مصرع دوم باشه، اینجوری تمیزش کنی که خوشگل‌تر بشه و رایمتو بگی. دوست داشتم در کل من بخوام
امتیاز بدم روک. بگو تو خوبم هم نی هر چی دوست داری بگو. من میدم 3.5/10. مرسی. شوخی کردم. نه مطمئن بودم. نه ولی من یکم توی امتیاز سخت گیرم، ولی فکر کنم 7 داشت و چون محتوات هم قشنگ بود، من دوست داشتم به چیزایی که بهش اشاره میکردی، حالا توش کج پنداری زیاد میتونست باشه که بعضی فاز غلط بگیرم، ولی خب مستقیم نظرت، منظورت اون چیزی که شاید خیلی براش کنن نبود. فکر کنم این تو هم خیلی ترتمیز شد بسه اونایی که بخوان مطمئن بشن که چی گفتی. و این از این حاجی با حال بود. من حاجی بقیه قسمت‌ها رو هم اینجا قولشو بده که سری سری بیای زود بذاری، من خودم نسخ آلبومم، اذیت نکن. چشم. چشمت بی بلا. چشمت بی بلا. و اینکه آها کاور آلبومم خیلی حال کردم آرام اومدم باهات. من که خودم جلوت بودم گفتی نقدارو. عشق منی. ببین فقط من یه نکته بگم، کاور آلبوم ما معمولا با آلبوما تفسیر میکنیم، الان نمیخوام کامل حرف زنم، ولی کاور که اینجا داریم میبینیم در مورد ریپتایل حرف زدیم، اول فکر کردم خزنده است، ولی که مثل که چش همون ریپتایل است که تو توشی تو همین ستاره هی و یه سری عکس اون دوره که حالا این عکس ریپتایل معنیش میشه خزنده. اوکی و آخه خزنده معمولی نیست، ریپتایل یه موجود خاصیه. یه ویدیو در آینده میسازم در موردش اگه علاقه داری ببینی. آره یه سری عکس دورته که اون عکسایی کم کیفیتش، حالا یه عکس خوشگل تر گذاشتی توی تلگرام که من بعد برام اونو درارم 100% اونو درارم، از خودت هم یه سری جا میپرسم که اشتباه بود بگی اشتباهه، ولی همشو لو ندی. و کاورش هم که با هم اینجا دیدیم دیگه، کاورت خیلی خوشگله، یه فاز عجیبی این سبکی من ندیده بودم تو رپ فارسی، ولی خیلی ریزه توش، خیلی ریزی، یه کوچولو حالا من بعد برم دقت کنم. و اگه با کیفیتش رو از تلگرام ببینی نظر دعوت میشه. آره ولی واسه که حالا رو کاور باشه خب خیلی ریزه دیگه، چون این چشه چیز خیلی گنده است، ولی زیبا بود، خستم نباشی. و یه قول دیگه هم بچه‌ها دادن، من همه اینا رو اینجا میگم که بدقولی نکنی، ترک دوکی هم خود کچی بیت و پوریا پوتک خواهند بود. و چرا من میکروفون رو نگاه میکنم، اومدم دارم میکروفون نگاه میکنم، دوربین بالاست. و با خشی و پوریا میریم دوتایی و حرفا راجبش میزنیم. و اینم آخرش بگم که مصاحبه هم با پوریا خواهیم داشت، همه اینا رو بگو داری. دیدی گیر آورده یاری رو، ترک اونو کچی میاد مصاحبه خواهد داشت، یهو بگو میخوام بیام. آره دیگه، آره دیگه، میخوایم دستش باشه، میخوایم اذیت کنیم. و ریاکشنر هم یه هفته بعد، یعنی مصاحبه رو یه هفته بعد آلبوم میریم، که هر سوالی داشتید بپرسید و از خود پوریا تا جایی که دوست داشت جواب رو بده، جایی هم که دوست نداشت دوست نداره دیگه، نمیخواد جواب بده. و این از این. آقا خسته نباشی، مرسی که اومدی و رنگول آب بدی به این ویدیو، دمت گرم. مرسی، روزت بخیر. فعلا خداحافظ. خداحافظ. مثلا اینجوری کنم از تو.